انتخابات میان دوره‌ای پارلمان در میانمار صبح یکشنبه آغاز شد. 176 نامزد از 17 حزب برای تصاحب 45 کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. آنگ سان سوچی شناخته شده ترین رهبر مخالفان دولت که خود یکی از نامزدهاست، از نحوه برگزاری انتخابات انتقاد کرده است. حزب او که اتحاد ملی برای دموکراسی نام دارد برای 44 کرسی نامزد معرفی کرده است. هرچند پیش بینی می شود حزب حاکم که از پشتیبانی نظامیان برخوردار است پیروز انتخابات شود. این مرد میانماری می گوید من برای دومین بار است که رأی می دهم و امیدوارم که اوضاع عوض شود. انتخابات خوبی است، چرا که رئیس جمهوری ما خواهان تغییر است. پیروزی آنگ سان سوچی ممکن است وضعیت کشور ما را بهتر کند. انتخابات یکشنبه که تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شود، سومین انتخابات نیم قرن اخیر در کشوری است که در این مدت تحت حاکمیت غیر نظامیان بوده. به همین دلیل این انتخابات اهمیت زیادی برای دولت غیر نظامی حاکم دارد که سال گذشته با وعده اصلاحات به روی کار آمد.